رئیس سرویس اطلاعات داخلی بریتانیا اعلام کرد که در سالهای اخیر گرایش نوجوانان به فعالیت‌های تروریستی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. طبق گفته کن مک‌کالوم، این افزایش به دلیل تشدید فعالیت‌های راست افراطی و تبلیغات گسترده‌ای است که به راحتی از طریق اینترنت در دسترس نوجوانان قرار دارد. او اشاره کرد که 13% از افرادی که تحت بررسی قرار دارند زیر 18 سال سن دارند و این رقم در 3 سال گذشته 3 برابر شده است. اینترنت به عنوان عامل اصلی این افزایش شناخته می شود، جایی که نوجوانان به محتوای تحریک‌آمیز و آموزشی درباره افراد گرایی دسترسی دارند. مک‌کالوم همچنین به تلاش‌های کشورهای مخالف و گروه‌های تروریستی مانند گروه سنی‌های تندروی داعش برای گسترش افراط‌گرایی اشاره کرد. او تاکید کرد که بریتانیا همچنان در معرض تهدیدات جدی قرار دارد و اقدامات پیشگیرانه برای حفظ امنیت جامعه ضروری است. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، و از او پرسیدم که با توجه به افزایش قابل توجه گرایش نوجوانان به فعالیت‌های تروریستی در بریتانیا و تأثیر فعالیت‌های راست افراطی، چه راهکارهایی برای مقابله با این معضل و حفاظت از جوانان باید مورد توجه قرار بگیره و به ویژه جوانانی که به گروه‌های همچون داعش می‌پیوندند. با هم پاسخ دکتر ابراهیم روشندل را بشنویم. ضمن عرض سلام خدمت شما و مخاطبین برنامه خوبتون، باید به اطلاع شما برسونم که نقش رسانه‌های گروهی در اطلاع رسانی از تحولات جاری در نظام بین‌الملل خیلی افزایش پیدا کرده. این رسانه‌ها در مسیر پیگیری اخبار مربوط به تحولات تروریستی و همچنین فعالیت‌هایی که از سوی جنایتکارانی مثل گروه داعش صورت می‌گیره، به اولین نقشی که در فعالیت عمومی خودشون می‌اندیشن، مسئولیت اطلاع رسانی به همه آحاد جامعه هست که بتونن از این خطرات تروریستی در امان باشن. این موارد در کنار فعالیت‌های موازی والدین خانواده‌ها که تلاش می‌کنن نه تنها خود بلکه فرزندان خودشون رو که به عرصه اجتماعی در عرصه اجتماعی حضور دارن، به ویژه در مدارس، یک نقش اطلاع رسانی و مراقبت‌های امنیتی رو به صورت توصیه‌ای در واقع این فعالیت‌ها رو تکمیل بکنن. بنابراین ما باید در نظر بگیریم که حس کنجکاوی که در بین نسل جوان هست، طبیعتاً با رصد اخبار مربوط به تحولات منفی در رابطه با موضوعات تروریستی، همواره تلاش کرده که اون حس کنجکاوی رو در مسیر کسب آگاهی بیشتر و پیشبینی اوضاعی که میتونه آنها رو از مسیر این جنایت‌ها دور نگه داره عمل بکنه. ولی در کنار اون، برخی از افرادی که در سنین پایین نوجوانی هستند، همواره با بهره‌گیری از همین ابزار آسانی که تحت عنوان رسانه‌های جمعی هست و ارتباطات و عمومی، خودشون رو در مسیری قرار بدن که با مطالعه بیشتر اخبار و یا رؤیت برنامه‌هایی که در رابطه با مسائل تروریستی هست، به نوعی شیفته و علاقه‌مند به دانستن بیشتر بکنن و یا تجربیات بسیار اندکی رو که در مورد برخی موضوعات تروریستی نسبت به قربانیان وجود داره، اونها رو بیشتر در موردش کنجکاوی نشون بدن. باید این رو در نظر بگیریم که تکنولوژی که در عصر حاضر یک روند رو به افزایش رو گذاشته و اطلاع رسانی در کمترین زمان برمان یک حوزه رقابتی بین رسانه‌ها تبدیل شده، همین عوامل کمک می‌کنه که در محیط آموزشی همین مسائل به صورت آکادمیک و به صورت یک نظم منطقی در قالب پکیج‌های آموزشی دنبال بشه و معمولاً هر اندازه که عرصه آموزش
از مسائل تروریستی بیشتر میشه، میزان کنجکاوی و تمایل به دانستن بیشتر هم در این رابطه در بین نسل‌های مختلف توسعه پیدا میکنه. از این رو هستش که به نظر من بهترین کار برای جلوگیری از رشد این خطرات تروریستی که حتی میتونه اذهان عمومی جامعه و به ویژه نسل جوان رو تهدید بکنه، اینه که یک مجموعه های آموزشی برای کنترل یا هدایت تکنولوژی رو به افزایش در مدارس و در مراکز آموزشی به گونه ای طراحی بشه که این افراد رو، این نسل رو در واقع مسئول از دسترسی بیشتر به تمام اخباری بکنه که میتونه زندگی اونها رو تحت شعاع قرار بده، چون این سن معمولا سنی هستش که در اثر کنجکاوی همین افراد کم سن و سال میتونه یک تجربه شناختی بدی رو در اونها برای ورود به عرصه جامعه در واقع نشون بده. و معمولا میزان جنایاتی که ما معمولا در جوامع پیشرفته میبینیم عمدتا در برخی از موارد مربوط به حوادث تروریستی مرتبط با افرادی هستند که در سنین پایین قرار دارند، یا از طریق مشاهده فیلم‌های مختلف یا خوندن اخبار مربوط به فعالیت تروریستی توسط داعش به نوعی خودشون رو در مسیر اینها قرار میدن و این آموزش غلط باعث ترویج بیبندوباری و همچنین توسعه جنایت در جوامع میشه. خیلی ممنونم.